امروز طریقه ماس زدن رو میخوام بگم. آها خیلی خوب، بحبه چون خیلی درخواست کرده بودن، حالا خیلی ها دوست دارن که خودشون ماستای کمچرب بزن تو خونه، ولی اکثر آب اکثر آب میندازه، بله شل میشه، دوندون میشه، ویرید ویرید میشه. حالا یه قانون خیلی کلی بهتون میگم که امیدوارم که درست کنن و لذت ببرن. برای یک لیتر شیر احتیاج داریم به یک قاشق غذاخوری ماست، هم مواد لازمش همین، یک لیتر شیر، یک قاشق غذاخوری ماسته. فکر نکنیم که هر چقدر که این ماسته که مایه این شیر ما به شیرمون اضافه میشه بیشتر باشه، ماستمون سفت‌تر میشه، برعکس شلتر میشه و باعث ترش شدنش میشه. بهتره اون ماستی که استفاده میکنیم از ماستی باشه که خودتون دوباره زده باشید، ازش یه قاشق نگه. بله دقیقاً، چون ماستی که بیرون هستش افزودنی داره خوب نمیشه. ماستش شاید برای بار اول اون چیزی که دلتون میخواد چون مایه ماستتون از اون ماستا هستش خوب در نمیاد، ولی برای بار دوم و سوم چون از مایه خودتون استفاده میکنید ماستتون خیلی سفت خوب میشه. خب برای ماست زدن ببینید، شما شیر رو، چون شیری که الان ما داریم ممکنه که توش آب داشته باشه، برای اینکه ماست سفتی داشته باشه شیر رو میذاریم روی حرارت و اونو حدود تقریبا از زمانی که جوش میاد حدود 5 دقیقه تا 10 دقیقه با حرارت ملایم میذاریم که ریز جوش بزنه، تا اگه آب اضافی داره تا کاملا تبخیر بشه. و خیلی مشکل دارن وقتی که میان شیر رو میجوشونن یه عالم ته ظرفشون میچسبه و همیشه اذیت میشن از اینکه ته این ظرف رو چجوری بشورن. چون اینجوری میشه به خاطر اون نشاسته و قندی که داره این بله. به خاطر همین مثلا وقتی که شما شیر رو میذاری روی حرارت، من خودم همیشه این کارو میکنم مثلا تو حجمای بالا، مثل فرنی یه قاشق چوبی داخلش میذارم و مرتب هم میزن تا جوش بیاد. وقتی که جوش میاد دیگه یک قطره لایه زیرش اصلا لایه نبسته و خیلی راحته. خب و برای اینکه شما ماست بزنید، شیری که جوشید میذاریم یکم از دما بیفته. چه اندازه باشه؟ وقتی بهترین تستش همون انگشت دستمونه که وقتی که انگشتمون رو داخل این شیر میزنیم دستمون داغیشو احساس بکنه ولی دستمون رو نسوزونه. داغی که به رو به گرم باشه، نه داغی که رو به سرد باشه. ما برای ماست زدن ببین یه جایی رو انتخاب میکنیم که محل رفت و آمد کسی نباشه، یه گوشه ای که اصلا زیاد کسی باهاش کار نداره. یه پارچه به این شکل دولا میکنین، زیرش میندازین. ممکنه که اوپنتون سنگ باشه، حالا هر جنسی داشته باشه، بهتره که یه پارچه زخیمی رو زیرش بندازید، یه حوله بندازید، ظرفی که میخواید توش ماست بزنین. حالا هر ظرفی که میتونید استفاده کنید، از ظرفای ماست قبلیتون میتونید استفاده بکنید. یه پارچه باز دوباره دولا میکنین، دور ظرفمون به این شکل میپیچین. به همین اندازه، زیادم نمیخواد اینو گرما بدیم. وقتی که به این شکل شد یه قاشق ماست داشتیم، این یه قاشق ماست رو با یکم از شیر بوده مثلا یک دوم پیمان شیر، اینو کاملا شیری که از دما افتاده و گرماش اندازه شده، نصف شیرم رو توی ظرفم میریزم، دستمال که بستم این شیر رو با ماست کاملا ترکیب میکنم. وقتی که ترکیب کردم اضافه میکنم به این ظرفم و قشنگ اینو یه هم میزنم که کاملا مخلوط بشه، بعد بقیه شیر رو بهش اضافه میکنم. شنیدیم که ماست باید حتما جای گرم باشه، میان روش و یه لحاف و یه پتو میندازن که زودتر این یا روی شوفاژ و کنار بخاری میزن خیلی زودتر بشه. این کار باعث میشه گرمای بیش از حد باعث میشه که این بریده بشه و آب بندازه. کاری که شما میکنید برای اینکه حالا یا حشراتی یا حالا تمیز بمونه، یه آبکش روش میندازید و همین یه اگه خواستید به همین نازکی یه پارچه خیلی نازک روش میندازید که حالا از گرد و خاک و از حشرات موذی در امان باشه. میذاریدش حدود 4 تا 5 ساعت بمونه. از کجا بفهمم که این اصلا شده که من بذارمش توی یخچال؟ یه چوب کبریت که دیگه خونه همه هستش، اینو از وسط وقتی که 4-5 ساعت گذشت، بستگی به گرمای جایی داره که ما اونجا هستیم، اینو از وسط این چوب کبریت رو قشنگ وسط این شیر میذارم، این ماستی که زدم میذارم. اگه این چوب کبریت بیفته یعنی ماست من هنوز نگرفته، اگه این چوب کبریت صاف بیسته یعنی که ماست من گرفته. آروم این پارچه رو از دور این ظرف جدا میکنم و بدون اینکه هیچ حرکت تندی به این ظرفم بدم آروم میذارم توی یخچال. بهترین زمان اینه که یک شب داخل یخچال بمونه، بعد از یک شب میتونید در بیارید و به راحتی قشنگ انقدر سفت میشه که راحت میتونید حتی با چاقو ببرید. چقدر جالب، دست شما درد نکنه، ممنونم.